جونم بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم. در مورد مشکل خواهرم هست که ایشون چند وقته که تقریبا 3 ماه پیش دچار پنیک اتک شدن، میخواستم باهاتون صحبت کنم. من گوشی رو میدم به خودشون. خیلی ممنونم ازتون، لطف دارین، مرسی. الو، سلام دکتر. جونم بفرمایید، خواهش میکنم. خسته نباشید. مرسی. این پنیک اتکتون خواهرتون گفتن از 3 ماه پیش شروع شده؟ بله بله، تقریبا از 3 ماه پیش خانم دکتر شروع شده، خیلی کم شده، ولی یه سری حال بیماری های دیگه همزمان بهش اضافه شده، مثل اینکه خیلی میترسم از خونه بیرون برم یا نمیدونم جاهای خاصی بخوام بگیرم. مشکلات اینجوریم هنوز حل نشده. یک چند تا روانپزشک و روانشناس هم رفت، دارن میگن دوره بیماری بین 6 ماه تا 9 ماه و این 6 ماه از زمانی محاسبه میشه که تو دارو مصرف کنی. درست. من هر دارویی که شروع کردم مصرف کردن خیلی رو من اثرات بدی داشتی، یعنی اصلا خیلی وقتا تشدید کرد از کامو. درست. من این واقعا نمیدونم چی کار کنم. دوباره دفعه میسه دارو جدید بودن، هرچی من واجب عوارضش میکنم واقعا یه وحشتناکی اصلا. دیگه من شدم چی میگن استیشن آخر، همه راه ها رو رفتین، این شده آخر راه. نه نه چند بارم تماس گرفتم با تو به این مدت، ولی واقعا اصلا نمیگرفتیم. نه با تلویزیون تماس گرفتی؟ نه عزیزم، اینجا که مطب من که نیستش که همه جوابارم توی تلویزیون نمیشه داد. حالا من چند تا سوال ازتون میکنم، چون اینجا زنگ زدین و خب اینجا یه جاییه که چند میلیون نفر دارن گوش میدن، بنابراین من بعضی از چیزها رو نمیتونم واردش بشم، ولی ازتون میپرسم. ببینین، یه چیزی هولوهوش 3 تا 6 ماه پیش قبل از اینکه این پنیک اتکاتون شروع بشه، یه اتفاقایی داشته تو زندگیتون میافتاده. پنیک اتک وقتی قرص میخورین، یعنی باورتون و باور اون دکترا این میشه که پنیک اتک یک مسئله جسمیه و با یک چیزی که از جسم درست شده حل میشه، درسته؟ در صورتی که پنیک اتک جسمی نیست، روحی عاطفیه، احساسیه، ذهنیه، مربوط به یه چیزی میشه که داره از ناخودآگاه شما به خودآگاه شما فشار میاره. خب بنابراین اتفاقی توی زندگیتون افتاده که شما رو اذیت کرده و چون اونو قورتش دادین، حالا داره میاد بالا. حالا شما خودتون باید بدونین که اون چیز چیه، چون اتفاقایی که تو زندگی ما میفته میدونیم که چیا هستن، یا دوست پسری بوده گذاشته رفته، یا کسی به تو خیانت کرده، یا یه ضربه ای به تو خورده، یا امتحانی داشتیم پس نکردین، یه چیزی این وسط شده. این پنیک اتک بدون دلیل نیست. پنیک اتک و یا حمله های استرابی همیشه به وقایع زندگی ما مربوطن. اینجوری نمیشه که من دارم تو خیابون راه میرم، همه چیز عالیه، همه چیز خوبه، زندگیم داره بر وفق مراد پیش میره، بعد من یهو پنیک اتک بی خودی میگیرم. اصلا نمیشه یه همچین چیزی. حتما باید تو زندگی شما خبری باشه. حالا یا آگاهانه خودتون میدونین چیه ولی نمیتونین به کسی بگین، یعنی سیکرته، خب، و جرئت ندارین بگین چه بلایی سرتون اومده که اون وقت این پنیک اتک داره خودشو نشون میده، یا اینکه واقعا نمیدونین که چیه. من تا حالا ندیدم کسی نمیدونه پنیک اتکش از چی بوده. خب ندیدم، من ندیدم، نمیگم نیست، من ندیدم. بنابراین اگر وقایع 3 ماه 6 ماه گذشته زندگیتون رو نگاه بکنین، حالا یا به اون دکتران نگفتین یا گفتین یا نتونستین بگین، من نمیدونم، یا اونا نفهمیدن یا بلد نبودن براشون حلش بکنن، ولی پنیک اتک بدون دلیل نیست. آیا دلیلش برای خودتون واضحه؟ نسبتا آره. چی بوده دلیلش؟ میتونیم بگین تو تلویزیون یا نپرسم؟ هم بسیار یه سری بازی زمانی دقیقا همجوری یه سری فشار خیلی زیاد به وارد شد، یعنی علاوه بر این که حالا نمیدونم احساس کردم وای درستم داره تموم میشه، بیکار شدم چیکار کنم، همزمان مشکل عاطفی هم داشتم، نمیدونم فشار دیگه هم تو زندگیم به وجود اومد، روی روابط هم
گذاشت. آره خودم دقیقا میدونم چیه، ولی هیچ وقت هیچ به من نپرسید که اینا هیچ که از بهتون چی دوا بگذاشت. دادن نپرسیدن تو زندگیتون چه خبره؟ جان؟ اونایی که بهتون دوا تجویز میکردن نگفتن چتونه خانوم؟ نه، فقط یه بار یه نفر پرسید که اونم فقط در حد پرسیدن بود، یکی از آژانس ها، و بعدم دیگه هیچ من نشونه هایی که دور درمان از این قضیه ندیدم. اوکی. ببینین شما یه چیزی هلوهوش شاید 3-4 جلسه کار دارین که اینایی رو که سرتون اومده حلش کنی، چون براتون حل نشده. مثل یه غذایی میمونه که خوردین نصفش تو گلوتون گیر کرده، یه قسمت زیادیش تو معدتون گیر کرده ولی هضم نشده، خب پایین نمیتونه بره، هی میاد بالا، ولی همش غذایای احساسی عاطفیه. حالا اون چیزی که من میفهمم اینه که آیا قضیه درس و کار حل شده؟ یعنی اونو تموم کردین دارین کار میکنین یا هنوز کارم نمیکنین چون نمیتونین اصلا از خونه بیرون برین؟ نه، اتفاقا شدیدتر هم شده، یعنی پایان نامه مونده بود که اون تمومه و الان عملا دیگه بیکار شدم. آخه نه اتفاقا عملا منظورتون اینه که فارغ التحصیل شدی، درست میگم؟ بله. آها، ولی حواستون باشه شما چجوری میگین بیکار شدین، من میگم فارغ التحصیل شدین، یعنی جشنی نیست، تبریکی نیست، درسته؟ حالا یه مسئله هستش، شما از اینی که نتونین از خونه برین بیرون دنبال فعالیت هاتون میترسین، یعنی خونه زندانه. حالا قضیه خونه زندانه من نمیدونم چیه، خب چون به نظر میرسه که دانشگاه و درس راهی بوده برای بیرون رفتن از خونه، درسته؟ دقیقا. اوکی، پس من متوجه شدم، ولی خودتون میفهمین که چه اتفاقی افتاده دیگه، نه؟ این اضطراب، اضطراب زندانی بودن در آن واحد که زندانی هستین توی اون خونه، در آن واحد خودتونم با این مریضی خودتون رو زندانی کردین، ولی ترس از زندانی بودنه، یعنی یه جای گیرین شما الان، مثل یه پرنده ای که در قفسش وازه ولی هم میخواد بره بیرون هم میترسه بره بیرون. خب این دوگانگی که الان برای شما وجود داره باعث میشه که یه انرژی داره این بری میکشتتون، یه انرژی داره این بری میکشتتون، چون نمیتونین انتخاب بکنین استراب گرفتتون. متوجه صحبت هم شدی؟ آره، ولی عملا فکر نمیکنم حالا راه انتخابیات باشه، چون که خیلی حالا سعی کردم توی این مدتی که مونده بود تا فارغ التحصیل کار پیدا کنم یا خودم به یه چیزی سرگرم کنم، ولی خب خیلی موانع سر راه که باعث میشه من مجبور شم. حالا نهایتش این که خودم بخوام به یک کلاس دیگه سرگرم کنم که من میدونستم این چیزی نیست، این چیزی که واسه من نتیجه داشته باشه، این چیزی که فقط دارم زمانم باش میگذرونم، خودم باش میزنم. بنابراین این انرژی اینه که من خیلی زندگی کردن دارم که میخوام بکنم، ولی احساس میکنم که توی قفسی هستم که به من اجازه این زندگی کردن رو نمیده و ترسم از اینه که نتونم هیچ وقت از این قفس آزاد بشم که بتونم زندگی بکنم، و چرا اصلا من توی این قفس هستم که جای زندگی کردن نداره، چون به نظر میرسه که شما درستون چی بوده؟ من معماری خوندم و کاری رو که میخوایم بکنین تو رشته معماریه و کار پیدا نمی کنی؟ دمیرم. آها، و سوالی که برای خودتون هست اینه که اگه من اینجا نبودم هر جای دیگه بودم شاید کار پیدا میشد برای من؟ نه، بیشتر من فکر میکنم که چرا نمیتونم یه راهی پیدا کنم که یک دائمیه، یه چیزی نتیجه دار به خودم پیدا کنم. اوکی، حالا هر جای ایران که باشه فرق نمی کنه؟ هر جای
یعنی اگه جای دیگه ای بهتون کار بدن میتونین برین؟ نه فقط بعد اونجایی باشه که دارین زندگی میکنین؟ بله دقیقا. اوکی، بنابراین این میشه یه قفس خیلی کوچیک، مگه اینکه مثلا توی یکی از شهرهای بزرگ باشین، درسته؟ من از شیراز تماس میگیرم. اوکی، مثلا اگه کار تو تهران باشه نمیتونین برین. شاید خانوادگی من اجازه نمیدید من بخوام باشم از تهران کار. حرفم بهتون همینه، درسته؟ بنابراین بازم خب میشه کوچیک. حالا اگه بگیم 100 تا دانشجو معماری هم از اون دانشگاه اومده باشن بیرون، بعد 100 تا کار باشه براشون، نه؟ دقیقا همینه مشکلم. اوکی، بعد این یکی از مشکلاتتونه که این کار نیست. خب بعد اون وقت شما میشین یه موجود دست پا شکسته، که خب پس این که نیست، یعنی تو رشته خودم نمیتونم کار کنم، خب حالا با زندگیم چیکار کنم؟ شوهرم که ندارم، بچه هم که ندارم، حالا پس باید برم یه کلاس علکی دیگه ای وردارم، سر خودم رو مشغول بکنم؟ بعد اگر همین این باشه وضعیت من، دیگه چه کار کنم؟ این میشه اون قفسه، که حالا من از این قفس چجوری میتونم در بیام؟ کی میتونم در بیام؟ چون هم میخواین کار کنین نمیتونین، مدرسه هم که تموم شد به قول خودتون، من که بخوام برین حالا دیگه دکترای معماری بگیرین، نه دیگه هی بعد درس بخونم تا به یه جایی برسم که از بازم اونجا برسم، خدا میدونه کار هست نیست. من دقیقا قبل از این که حالا این اتفاق برام بیفته فکر کردم من اوکی کارشناسی دیگه تموم کردم دیگه نیاز ندارم ادامه بدم، میگم فرق ها برای الان به یه بنبست رسیدم، میگم احتمالا تنها راهی که برام میمونه اینه که دوباره بخوام هم دانشگاه، یعنی هیچ راه دیگه شاید نداشته باشم. یا اینکه یه راهی رو پیدا بکنم که با اون چیزایی که تا حالا فکر می کردم فرق میکنه. ببینین همه جای دنیا کار پیدا نمیشه. زمانی که کار پیدا نمیشه، بعضیا میشینن یهویی یه چیزی رو پیدا میکنن که اون میشه یه کار جدید. برای مثال کار نبود، یه نفر نشست گفت بذار من یه دستگاهی رو پیدا کنم که این دستگاه بتونه یه سری کارا رو انجام بده. بعد کارش شد درست کردن اون دستگاه، درسته؟ بعد اون دستگاه شد یک امپراتوری عظیمی از دستگاه سازی، درست میگم؟ چون کار نبود دیگه، من مجبور شدم یه کاری پیدا کنم، سرگرمی پیدا کنم. ببینید ما همیشه فکر میکنیم بعد بریم یه جای دیگه یه کسی بهمون یه چیزی رو بده. گاهی اوقات وقتی که کار نیست ما باید یه کاری رو پیدا کنیم. اینو بهتون میگم چون اینجا توی خیلی جاهام کار نبود، یعنی اگر به عنوان یه روانشناس بخواین فکر بکنین کارهای ما هم تموم شده است، حالا باید خودمون کار پیدا کنیم. چجوری کار پیدا کنیم؟ یه کسی میاد کتاب می نویسه، یه کسی میاد کارگاه میذاره، یه کسی میاد سمینار میذاره، یه کسی میاد برنامه رادیویی میذاره، یه کسی میاد یه دستگاهی رو اختراع میکنه اسمش رو میذارن بایو فیدبک، یه کسی میره سراغ هیپنوتراپی، درسته؟ ما هم خودمون کار داریم میسازیم. یه دم به فکر افتادن گفتم بابا اصلا این چه کاریه، بیا بچه ها رو ببندیم به دوا. یه مریضی جدیدی درست کردن اسمش رو گذاشتن بچه های چه میدونم هایپر اکتیو، حالا اونا رو بهشون دارو میخورونن، اونم شده یه امپراتوری، درست؟ مریضی که وجود نداشت از خودشون در آوردن، حالا به بچه ها دارو میدن، درست؟ هر جایی میشه یه کاری رو پیدا کرد. شما میگین کار نیست، من میگم باشه، شما خودتون میدونین که از اون آدمایی که کار نداشتن یه عدهشون نشستن یه برنامه کامپیوتری درست کردن برای آرکیتکتا، درسته؟ و اون شد یکی از برنامه های خیلی 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 مهم کامپیوتری که الان درس میدن، که اصلا شما اگه تو کار ساختمان هستید از این برنامه استفاده میکنید.
اونام بیکار بودن ها. خب بنابراین خیلی از چیزایی رو که ما تو دنیای امروز داریم باهاش کار میکنیم از کسانی اومده که نشستن یه کاری رو درست کردن. من اینو بهتون میگم چون نمیدونم اوضاع اونجا چجوریه، ولی اگر من قوه خلاقه خودم رو به کار بندازم بعضی وقتا یه چیزایی رو پیدا میکنم که تا حالا راجبش فکر نکردم. ولی اگه بشینم هی بگم چیکار کنم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، من زندانیم، بدبختم، بیچارم، زنم، شیرازم، نمیدونم اینه اونه، اون وقت تمام انرژیم صرف این بدبختی و بیچارگیم میشه. درست؟ این یه راهشه، من نمیگم تنها راهشه، یه راهش اینه که بریم بازم دنبال کار بگردی، یه راه دیگه اینه که فکر کنی بذار من کلاس بردارم، در این حال سر خودم رو گرم کنم، روحیه خودم رو خوب نگه دارم و در این حالم دنبال کار بگردم. یکی دیگه اینه که بگی خیلی خب دنبال کار میگردم، کلاسم بر میدارم، ولی خودم هم میشینم فکر میکنم ببینم من چی کار میتونم بکنم برای خودم. درست؟ اینا میتونه هر ستا راه حل باشه. راه حلی رو که شما پیدا کردین مریض شدنه، چون الان مریضیتون تمام انرژیتون رو داره میگیره، اونم یه راه حله، ولی تنها راه حل نیست. و نمیدونم، مطمئنم نیستم چون تاریخچه‌تون رو ندارم، که آیا در دوران قبل از این هم آیا مریضی برای شما راه حل بوده یا نبوده. یعنی مثلا اگه استرس خیلی زیادی بچه بودین بهتون وارد میشد، آیا یهو مریض می شدین؟ نه هیچ وقت اینجوری نبودم. پس این اولین باره. نه من هیچ وقت اینجوری نبودم که خودم بخوام به خاطر بیماری یه جا. نه من نگفتم خودتون بخواین، چون اینم که آگاهانه نخواستین که. خب من میگم آیا بچم بودین مواقعی بوده که استرس خیلی زیادی بهتون وارد شده باشه، مریض شده باشین؟ شاید خیلی کوچیک بودم، این نزدیکیه که نه. اوکی. ولی در دوران قبل هم این راه فرار برای سیستم عصبیتون وجود داشته. آها. که از راه مریضی مثلا حل میکنم. خب چون سیستم یاد میگیره دیگه، مثل یه دستگاه میمونه، مثل یه ماشینه، مثل یه کامپیوتره. خب حالا یکی از راه حلاتون اینه که مریض بمونی. خب این یه راه حلتونه، ولی تنها راه حلتون نیست، یه راه حلیه که اتوماتیک اتفاق افتاده. دلیلش هم اینه که انقدر خودتون نشستین گفتین وای بدبخت شدم، وای بیچاره شدم، وای حالا که کار ندارم چی میشه. درسته؟ سیستمتون استرابش انقدر زیاد شده که مثل این کامپیوترها شده که چند تا پنج به ویندو رو که زیادی وا میکنین کرش میکنه. درسته؟ آه. اوکی. این قضیه راه حل داره، چند جلسه هم اگه رو خودتون کار بکنین اینو درستش میکنین، ولی باور من اینه که راه حلای دیگه ای هم دارین و حتی اگر اون چند جلسه رو هم نگرفتین، اگر راه حلای دیگتون رو به اجرا بذارین، کم کم میبینین که این استرابتون خودش چون راه حل دیگه ای رو پیدا کردین خودش میره کنار. مشکل استراب، حمله استرابی اینه که وقتی یه بار بهتون دست میده یه حالتی براتون به وجود میاد که حالا میترسین که وای دفعه دیگه که اتفاق بیفته کی اتفاق میفته، کجا اتفاق میفته. میفهمید؟ آره مشکلش اونه. ولی باور من اینه که اگر این راه حلا رو به کار بندازین خودتون خواهید دید که فاصله هاش یا خیلی زیاد میشه یا کلن از بین میره. حالا شما یه سه هفته ای اون چرا که من میگم به اجرا بذارین، حتی اگر بهتون حمله دست میده، حتی اگر حالتون بد میشه، دارو نخورین. ببینین آیا فاصله حمله ها کم میشه و یا اصلا قطع میشه.
اگر شد که هیچی، اگر حمله ها قطع نشدن به من زنگ بزنیم ببینم چه کار میتونیم بکنیم. ولی من توصیم در وهله اول بتون اینه که چون راه حل های دیگه ای هم دارین از راه حل های دیگه تون استفاده کنین. البته خانم دکتر، من مثلا خیلی سعی میکنم که حالا از چیزایی که باش میترسم مواجه بشم. مثلا اگر که میترسم برم بیرون، سعی میکنم حد تنها برم بیرون، سعی میکنم حداقل روز یه بار تنها خودم بیرون، هرچند که خیلی من فشار شدید باید بشه، خیلی من استرس باید بشه. یعنی میدونم اگر میترسم برم دانشگاه، اگر میترسم فارغ الجامعه، حتما این کارا رو انجام بدم. ولی مثلا اینجاست که چیزی که زیاد برام اتفاق میفته اینه که مدام مثلا یهو سرم درد میگیره، یهو الکی درد میگیره، دستم درد میگیره. من با کوچکترین درد یا سر اینا فکرم وای نکنه من الان دارم میمیرم، نکنه الان این هیچ چیزیه که هیچ وقتی که خوب نمیشه، مثلا وای نه هیچ وقت سابقه نداشته 4 روز هم سر درد داشتم. بعد یه چیزی تو وجود من میگه وای تو باید دکتر، باید دکتر. خیلی سعی میکنم که اصلا جدید مالا تونستم بیشتر باشم که دیگه وادار نکنم که برم دکتر رو چکاپ کنم از این چیزا. ولی ببینم شما تازگی کسی رو از دست دادین؟ شما تازگی کسی رو از دست دادین؟ نه کسی مریض بوده دور و برتون در 1 سال گذشته فوت کرده؟ فوت نداشتیم نه، ولی من مامانم خان دکتر مشکل فشار خون دارن و من همیشه از این بیماریشون خیلی میترسیدم. دقیقا قبل از اینکه این تنین هم برای اتفاق بیافته یه بازه زمانی مامانم خیلی فشار خونشون به هم ریخت و تقریبا یک هفته دو هفته مدام توی دکتر بودن که حالا باید فشارشون رو تنظیم کنن. درست. و این خب اون هم خیلی رو من تو اون بازه مثلا حالا یه هفته دو هفته. شما بچه آخرین؟ بله. و خب نگرانی این که نکنه مثلا اتفاق بیفته بعد من هنوز اصلا به هیچ جا نرسیدم. دقیقا. اولا که میدونین که اینا همه زنجیروار به هم مربوطه، بعدم ترس شما از اینی نیستش که میدونین یه زنجیر پیچیده است. ترس شما از این نیست که برین دانشگاه، ترس شما دو تاست. یکی این که الان هدف آیندم و آیندم تعیین نشده، اینی که دانشگاه رفتنم هم نمیدونم به چه هدفیه چون کارم تموم شده خب، و بعدم اصلا از خونه برم بیرون اگه کسی با مادرم تو خونه نباشه اتفاقی برای اون بیفته چی میشه؟ بنابراین شما، من گفتم بهتون یه جا گیرین، یعنی همین خونه زندانه، همین که بیرون رفتن زندانه، یعنی هر دو جا تو زندانی. واقعیتش اینه که همه ما یه روزی مادرامون رو از دست میدیم، یه روزی پدرامون رو از دست میدیم، یه روزی هم خودمون میریم. اینو جلوشو نمیشه گرفت، هیچ کس هم نمیدونه کی. قشنگی زندگی هم به همینه که نمیدونیم کی. چون اگه میدونستیم کی، اون وقت این دیگه نمیشد ماجراجویی. خب ندونستنشه که زیبا میکنه زندگی رو، و توی سوال ها زندگی کردن نه تو جواب ها زندگی کردن خود زندگیه. ما همیشه داریم دنبال جواب میگردیم. من همیشه اینو میگم تو کارگاه ها هم به خصوص میگم، میگم دنبال جواب نگردین، با سوال زندگی کنی. سوال ها مهمن. شما الان در حال حاضر تکلیف فرداتون معلوم نیست. چیزی رو که من توصیه میکنم بهتون اینه که امشب که حالا امشب که چه از کنم صبح که میخوابی، اگر فردای شما که حالا برای شما میشه جمعه، به هر حال کاری نیست، ولی میتونین از فرداتون که جمعه هست استفاده ای رو که میبرین این باشه که بشینین بگین اوکی من از روز شنبه 3-4 تا کار برای خودم دارم. یک، باید تمام شرکت های معماری رو که وجود دارن که من خیلی هم دوست دارم باهاشون کار بکنم دوباره یه پرسشی براشون بکنم، یه پروژه‌ای
به خودم بشینم خلق بکنم، بگم من این پروژه رو میخوام درست بکنم، نمیدونم یه کار مفیدی رو خودم برنامه ریزی بکنم بکنم و به همه اینا دوباره رجوع بکنم. شاید یه اتفاق افتاده باشه، یه کسی رفته باشه، اینا به من احتیاج داشته باشن. دومی که میتونم برشون بگم من به طور داوطلب میام براتون کار میکنم، اگه از کار من خوشتون اومد منو نگه دارید. یا اصلا میخوام میام به عنوان کار، میخوام میام کار یاد بگیرم، یا به هر نوعی که میتونم برم سر کار. خب این یه قسمتشه. قسمت دیگه اینه که برم یه کلاسی بردارم که خیلی دوست دارم، که اصلا هیچ کاری هم هیچ لطفی هم برام نداره، یعنی فقط و فقط تنها دلیلی که دارم میرم اینه که میخوام لذت ببرم، میخوام یه چیزی باشه که دوست دارم، مثل رقص، مثل نمیدونم مجسمه سازی، مثل هرچی. برای هدفی نیست، فقط برای اینه که روحمو شاد کنه. سوم این که خودم توی خونه میخوام میشینم فکر بکنم چی لازمه توی رشته من که تا حالا کسی درستش نکرده که به درد کار ما میخوره. متوجه صحبت هم هستین؟ این سه تا چیزو شما فردا وقت دارین برنامه ریزی کنی که چجوری زندگیمو تقسیم بکنم که به اینا برسم، به دوست برسم، به خانواده برسم، به ورزش برسم، به سلامتی برسم. برنامه روزانه‌تون رو برای 3 ماه آینده‌تون بشینین حساب کنین که میخواین چیکار کنین. حالا 3 ماه آینده نه، 1 ماه آینده، من گفتم بهتون 2-3 هفته. خب بعد ببینین حالتون چطوره، 2-3 هفته دیگه به من زنگ بزنین. خوبه؟ آره حتما.